در این برنامه در خدمت بهرام مشیری، استاد بهرام مشیری هستیم. از شما عذرخواهی میکنم به دلیل صحنه های زننده ای که دیدید، ولی این صحنه ها واقعیت زندگی مردم امروز خاورمیانه است، واقعیت زندگی مردم ایرانه و واقعیت زندگی مردم عراق. من شک دارم که واقعا در داخل سرزمین خود ما بعد از 36 سال ما به آرامش رسیده باشیم و صحنه های کم و بیش شبیه اونچه که در این فیلم ها دیدید در ایران اتفاق نیفته. به هر حال اجازه بدید در خدمت آقای مشیری باشیم و بحث گذر از روحانیت خودمون رو ادامه بدید. جناب مشیری سلام عرض کردم. درود بر شما دوست گرامی آقای فروزنده، درود بر هموطنان عزیز در هر جای دنیا که هستن. آقای مشیری، این صحنه ها شما رو آزار نمیده؟ من فکر نمی کنم کسی باشد که در واقع انسان باشد و این صحنه ها رو ببیند و شدیداً و عمیقاً متأثر نشود در این عصر و در این روزگار چنین اتفاقاتی مقابل دوربین شگفت‌انگیز است. اما از یک سو عجب نیست به جهت اینکه این فرهنگ اسلامی مبتنی بر انتقام بوده است، مبتنی بر بخشش نبوده است، درست برعکس فرهنگ مسیحیت، و رفتار با دشمنان رو از طریق مصالحه، یعنی مشکلات با دشمن رو از طریق مصالحه و شیوه های مدنی حل نمی کردن در اون روزگار صدر اسلام هم به همین وجه بود. تفاوت در اینجاست که در اون روزگار شمشیر بود، گردن می زدن، و اکنون سلاح گرم هست. و من دیدم این سلمان رشدی می گفت که این بسیاری از این مسلمین به ویژه این رادیکال ها اون چه از مدرنیتی و تجدد می خواهند اسلحه هست که مدرنیتی به وجود آورده که اون را بگیرند و علیه خودشان و سازندگان آن اسلحه، یعنی آدم های مدرن، به کار ببرند. بنابراین ضمن اینکه بسیار بسیار این صحنه فجیع و حقیقتا غم انگیز هستند، از ما ریشه یابی بکنیم این داستان ها رو، برمیابیم در این منطقه به همین وحش بوده است برای هزاران سال، به ویژه بعد از عرض کنم که گسترش اسلام عزیز در ایران، در روم، در ماوراءالنهر تا مرزهای چین این داستان ها برقرار بوده، امروز هم هست. این اختلاف ها ما ندیدیم که هرگز از طریق مصالحه حل بشود. و این رادیکالیسم، البته حالا ما به بررسی ریشه هاش بخوام بپردازیم از دور میشویم، ولی اصولا این عمل مردود هست و چنین کاری که اینها میکنن کاملا غیر انسانی است و هر قلب هر انسانی رو جریحه دار میکنن. جناب مشیری، بینندگان عزیز، من میبینم خطهای تلفن تلویزیون روشن شده، خیلی زوده برای اینکه شما بخواید روی خط بیاید. حتما روی خط خواهید آمد، بخشی از برنامه به تماس با شما ارتباط داره. خواهش میکنم تلفن ها را قطع بفرمایید تا در زمان مناسبش من خدمتتون عرض خواهم کرد و بعد از اون میتوانید روی خط بیاید و با برنامه تماس بگیرید. جناب مشیری، در سومین جلسه ما به جایی رسیدیم که به هر حال امام زمان غیب شد و به درون چاه رفت و پنهان شد. این جلسه میخواییم ادامه بدیم بحث و اصلا ببینیم که وقتی که پیغمبر از طریق وحی با خداوند در ارتباط بوده، نقش امامان در ارتباط با خداوند چگونه میشه، و بعد از امام دوازدهم که قاعدتاً غایب هست، خب چگونه هست که امروز هم ملایان ما در کشور ما به دفعات ادعا کردند که طرف مشورت ولیعصر قرار میگیرند. ممکنه این ماجرا رو برامون باز کنید؟ بله، خدمتتون عرض کنم این عباراتی که شما فرمودید اینها عبارات عصر کهن هست. این عبارات متعلق به دوران نبود علم هست و دوران جهالت، و اصولا عرض کنم که خلق خدا و ارتباط با او و اینجور داستان ها متعلق به روزگار جهل بشر هست.
هیچ کسی از روی این کره خاکی با ماورا ارتباطی برقرار نکرده است و چنین چی امری اصولا غیر ممکن ممتنع است و هیچ شاهد عینی تا کنون گزارش نکرده است که من دیدم معجزه اتفاق افتاد که منشأ آسمانی داشته باشد یا نداشته باشد، یا دیدم که کسی با 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 چون اصولا آسمان خود واجه آسمان این مقالطه آمیز است. ما از روی کره زمین به ماه نگاه میکنیم آسمان هست، حالا از کره ماه به زمین نگاه کنیم آسمان را میبینیم. بنابراین اساسا نه جهتی هست در این گیتی، نه بالا و پایین و نه آسمانی، چیزی در آسمان وجود نداره. تا اونجایی که مربوط به امامت هست، اولی که ما در این بحث بستی بیاییم جلو برگردیم عقب، بیاییم جلو و چون یک رشته سخنی که به دست میگیریم مجبوریم ادامه بدیم به نتیجه برسانیم، بحث های ناگفته و سخنان در واقع ناگفته رو باز و برگردیم به تاریخ و باز تکرار کنیم. عرض کنم که این یک بهانه بوده است برای اون که آدم های اگر دقت بکنید میبینید که بیشتر پیغمبران بیابانی هستند. عرض کنم آقای ارنست رنان و بعد شریعتی به تقلید از رنان میگوید که این بیابانی ها بودن، این پیغمبران بیابانی که اینها دین ها رو اختراع میکردن و چنین و چنان، و عرض کنم که شیوه هایی که به میان انداختن و بنیادی که در دین گذاشتن کاملا در واقع گرت برداری هست از ساختار حیات اجتماعی اون گروه، و این خدا هم بهانه ای بوده است در واقع، چون ضمانت اجرای دیگری نداشتن. اگر فرض کنید که یک پادشاهی در یک کشور متمدنی که دارای مردمان هست می آمد و دارای مدنیت هست، ضمانت اجرای اوامر پادشاه قوانین مملکت بوده. این در باقل قدیم بگیرید تا عصر جدید. اما در بیابان ها که مردم پراکنده هستن و نه آدرسی دارن که بشه اونها را تحت آموزشی آورد یا تحت سلطه ای آورد و نه در واقع مدنیتی هست، این هست که استفاده از خداوند یعنی یک نیروی موهوم وسیله‌ای برای در واقع به اجرا گذاشتن فرمایشات کسی است که خود رو پیغمبر میگوید و بعد داستانهایی که پس از مرگ به میان انداختند از قبیل بهشت و جهنم هم به گونه‌ای ضمانت اجرای اون دستورات است. طمع رفتن به بهشت و وحشت از جهنم و اینها همه موهوماتی است که ابداع اختراع شده و همه این سخنان راجع است به روزگار نبود علم و قلبه جهالت. جناب مشیری، پرسش من این است که ما امروز بعد از مسئله پایان دوره امامت چه دوره‌ای در تاریخ مذهب تشیع آغاز میشه؟ در برنامه قبل شما تاکید بر این کردید که اساس تشیع بر یک دروغ و تزویر استوار هست و بعد ما در بررسی سیر زندگی امامان شیعه ما میبینیم امامانی که به پابوس قدرت میان و در کنار قدرت قرار میگیرند و تا زمانی که قدرت به اونها جا میده و مکان میده و رتبهی براشون قائل هست خب میمونن. نمونه اون امام هشتم شیعیان حضرت امام رضا علیه السلام هست که حتی به ولیعهدی مأمون میرسه. این داستان چگونه است؟ خدمت شما عرض میکنم که بله، یکی از مهمترین اصول شیعه میدونید امامت هست و فرمودید یک دروغ و تزویر، نه به هزاران دروغ و هزاران جعل و هزاران تزویر در کار این آخوندهای شیعه عرض کنم که بوده است. ما پیش از این که برسیم به داستان این عرض کنم که امام هشتم علی ابن موسی ابن جعفر که در واقع مأمون او را علی موسر رضا من آل محمد خواند، عرض میکنم خدمت شما که
در اون مقطعی که ما سخن گفتیم در هفته پیش و داستان مصعب بن زبیر و مختار ابو عبید ثقفی و اینها رو عرض کردیم، اون بخش از تاریخ یک جنگ داخلی بوده است که دوباره بنی امیه آمده است و قدرت رو به دست گرفته است و قریب 100 سال اینا حکومت کردند تا انقلاب ها شد، پیدایش ابو مسلم خراسانی، اولاد عباس مثل صفاح و ابو منصور، ابو جعفر منصور دوانیقی و اینا پیدا شدند و مردم خسته و بیزار از تشکیلات بنی امیه دعوت اینها رو قبول کردند. ابو مسلم خراسانی یک سردار لایق ایرانی به خراسان رفت و دعوت کرد و بسیاری از این نمایندگان بنی امیه رو کشت و عرض کنم که بیرون کرد. اینها در اون مقطع امام جعفر صادق میزیسته و بعضی ایرانیان گرایش داشتند به جعفر صادق. دلیلش هم این بود که اینها یعنی اولاد علی و خود علی فتح و فتوحی در سرزمین‌های ایران نکرده بودند، غارت و قتل عام و اینها به دستشون نفتاده بود، حاکمان معزول بودند. بنابراین از گفت که بغض معاویه و نحب علی، گرایش‌های مردم فقیر و اسیر به خصوص اسرایی که در واقع کوچه بازارهای کوفه و بصره اینا می رویدن، به این حاکمان معزول بود که مظلوم هم البته بودند. بنابراین اینها مشترکاتی داشتند، مردم فقیر بیچاره، چون بیچارگان شیعه بودند، مردم بی امید همواره شیعه بودند، کسانی که امید به فردا نداشتند، دلخوش به منجی بودند، مثل یهودیان فقیر روزگاران پیش که به امید منجی نشسته بودند. بنابراین پیغام میدهند به تصحیح تاریخ به جعفر صادق، امام جعفر صادق، که ما اگر شما بخواهید میتوانیم شما را خلیفه کنیم. امام جعفر میگوید نه، چون او اهل دین بود و همینطور که میدانیم و میدانید این فقه جعفری یادگار تحقیقات امام جعفر صادق هست. بنابراین همزمان با به خلافت رسیدن عرض میکنم صفاح به معنی خونریز هست، اولین خلیفه عباسی، ما امام جعفر صادق رو داریم و بعد ابو جعفر منصور رو داریم و علویان فعال بودن، یعنی بعد بچه های علی از طریق حسن و حسین و اینا فعال بودن برای گرفتن حکومت. ما در یحیی بن زید رو داریم، زید بن علی بن الحسین رو داریم که اینا مثل حضرت امام حسین قیام کردن و کشته شدن. یحیی در خراسان عرض کنم جنگ ها کرد و در حدود سبزوار تا کشته شد، سر او رو بریدند و از اینجور کارها. و ما میرسیم به روزگاری که هارون الرشید در واقع خلیفه مسلمین هست. عظمت اسلام، بارها تکرار کردم و تکرار میکنم، عظمت اسلام، اگر در عظمتی در تمدن اسلام و تمدن درخشان مدیون عمدتاً دو تن هست، یکی هارون و دیگری مأمون، یعنی اون چه دارالحکمه بود در بغداد در زمان این پدر و پسر ساخته شد و اون چه کتاب بود به زبانهای یونانی و غیره توسط مترجمان ایرانی از حوزه جندی شاپور ترجمه شد و این ترجمه ها که به دست مسلمین رسید با توجه به اینکه طبقات بر افتاده بود در ایران زمین و هر کسی می توانست علم رو دنبال بکند، اینها بود که سبب پیدایش اون رنسانس مشهور خاورمیانه از قرن دوم به بعد قرن سوم و چهارم شد. بدون وجود هارون الرشید و مأمون چنین چیزی مؤثر نبود. اینا انقدر دانا بودند و به درجه‌ای با ذوق بودن که ارکسترهای بزرگ موسیقی در دربار اینها بودن، آدمایی مثل اسحاق موسلی و ابراهیم موسلی و زریاب کبیر و بسیاران دیگر که ترانه ها می ساختن و می نواختن. و این هارون اونقدر ذوق داشت که شبانه سوار بر خر می شد، چون می دونید آدمای دینی بزرگ سوار الاغ می شدن به سنت پیغمبران، چون اسب دارای شکوهی است که اینها نمی پسند، و می رفت به منزل ابراهیم موسلی و ماحضر او رو می خورد و به ساز او گوش می داد و هزاران سکه انعام می کرد. منظوری که اینا چنین مردمانی بودن. بعد از هارون هم در واقع کثیرالاولاد بوده،
بناب مشهور حدود 12-13 پسر داره که همه اسم پسراش با محمد شروع می شده. این اوج مدنیت اسلام هست روزگار هارون، و بعد انقلابی در خراسان می شود و هارون رفته است و یک عهدنامه از فرزندان خود گرفته است که با دیگر جنگ نکنن. امین رو در بغداد گذاشته است و مأمون رو با خود برده است به خراسان و در اونجا فوت شده. عرض می کنم که در اینجا ما از نقش طاهر ذوالیمینه نباید غافل باشیم. ایرانیان آمدن و به مأمون کمک کردن که بروند و خلافت امین رو براندازن، و یک شرط هم گذاشتن، خانواده سهل که حسن سهل ذوالریاسته و فضل، اینها بسیار بسیار نافذ بودن و اینا کسانی بودن که گفتن که عرض کنم که شما به ما قول بدهید. البته دو نوع اینجا قول هست که اگر که ما پیروز شدیم و توانستیم حکومت جهان اسلام رو برای شما صافی کنیم، شما یکی از این علویان رو بیاورید و او رو ولی عهدی دهید. بعضی کسان گفتن که علویان به خاطر نارضایی که از این دو برادر داشتن، دو برادر ذوالریاستین، اینها از کنن که به عرض مأمون این رو میرساندن که اینها ناراضی هستن از حکومت تو و یکی از علویان رو میخواهند. بنابراین مأمون میگوید بگردید ببینید چه کسی از همه فاضلتر و صادقتر هست، اون رو بیاورید تا من ولیعهدی خود رو به او بدهم. اینجا نکته ای که بسیار بسیار مهم است در تاریخ شیعه و دروغ ملایان را برملا می کند و هموطنان ما باسی توجه بکنن، این است سخن آخوندها که می گویند امامت یک امر الهی است و حکومت زمینی و پادشاهی زمین از آن علی است، یعنی از آن محمد است که به علی رسیده و به اولاد او، و این یک امر الهی تغییر ناپذیری است. هیچ جوابی به این ندارن بدهن که چرا علی موسر رضا حضرت سامن الائمه ولی عهدی مأمون رو قبول کرده. خب از این آخوندها که از امام رضا بهتر بلد نیستن که اگر ایشون معتقد بود که امام هست و این امامت او امر الهی است که با تأییدات آسمانی معین شده است، هرگز بلند نمی شد این الاغش رو سوار بشه یا شطرش رو یا عرابش رو با قوم و خیش و خواهر و پسر عموها و بخش اعظم امامزاده های مهم کسانی بودند، همراهان این مرد بودند که به خراسان آمدند برای گرفتن قدرت بعد از مأمون. بنابراین این دروغ با اصل عقیده شیعه در باب امامت این در تناقض است. به بعد گشتن و گفتن این علی ابن موسی ابن جعفر که حضرت امام رضا باشد، این از بقیه علویان داناتر و ظاهرتر است. مأمون گفت من میپذیرم، اعلام کنید که من میخواهم ولی عهدی خود رو به این علویان بدهم، به اینها ستم شده است و من لباس سیاه عباسیان را میگردانم به جهت اینکه این لباس سیاه لباس دوزخیان است و لباس سبز لباس بهشتیان هست. از اینجور داستان ها میگفت چون به مرد بسیار باهوش و با سیاستی بود. باری این علی ابن موسی رضا فرستادن با او هر واقع صحبت کنن، با خوشحالی تمام و طیب خاطر پذیرفت ولی عهدی مأمون رو و با خیشان خود یک کاروان بسیار بزرگی به راه انداخت به طرف خراسان و از نیشابور گذشته. و مشهور است که 40,000 تن کسانی که عربیدان بودند و قلم و دوات به دستشان بود، قلم و نقره در واقع، آمدن ببینن این امام چه عظمتی است از علم و معرفت. قلم‌ها در دست نشستن که سخنی از این امام یا بنویسند و اینها. بعد یکی پرسید امام شما چیزی بفرمایید، سرشان را از همین عرابه بیرون کردن، گفتن که عرض کنم که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. یعنی کلام لا اله الا الله دژ مستحکم من است و هر کسی در این دژ باشد از راه یه چیزی پیش پا افتاده عوامانه. باری ایشون رفته اونجا و بعد کاری که کرده خیشان خود رو
پسر عموها خواهر خود رو به قم فرستاده است. یکی از برادرش که به نام امامزاده محروق مشهور است به نیشابور فرستاده است. کسانی دیگر به جاهای دیگر که به معنی که مأمون خلافت بوده، اینا قدرت ها رو به درست مثل تقسیم ایران امروز که ملاحظه می فرمایید آقای علی خامنه ای و اعوان انصارش، ایشون هم اعوان انصار آورده بود، بعد در خدمت مأمون می نشست، صبح به صبح می آمد دست مأمون رو می بوسید و در حضور او نشست. این امیر المؤمنین بود، اون یک ولیعهد بود، نشسته بود. مأمون دو دختر داشته است، یکیش رو داده به ایشون ام حبیب یا یک اسم دیگه شاید داشته باشه بکنم، و یه دختر دیگر به پسر او. بنابراین خویشاوندیشون رو عرض کنند که تجدید هم کردن و این می آمد و با مأمون صحبت می کرد، عرض شود که. و بعد مأمون نیک نگریست به وضعیت و ذهنیت این مرد و دید این مدنیت درخشانی که او و پدرش ساخته، این سخن من است عرض میکنم، به دست این مرد افتد بر خواهد انداخت. بنده به کرات و مرات عرض کردم اگر به جای مأمون این حضرت امام سامر الائمه می آمد، عرض میکنم که مدنیتی به وجود نمی آمد، چون اینها با مدنیت دشمن بودند. اینها با ریاضی، با نجوم، با علوم طبیعی، با موسیقی، با فلسفه دشمن قسم خورده بودند، این ائمه دین. و عرض میکنم که مشهور است که حضرت علی فرموده است نجوم را اونقدر بدانید که قبله را پیدا کنید. اینها از جز افعال حرام هست. داری مأمون عرض میشود که آمده است و در واقع مشهور است که به او زهر دادن و باز مأمون بازگشت به بغداد و لباس سبز در واقع علویان به همون لباس سیاه عباسیان بگردانید و به افتخارای که افتخاری داده باشد به علی موسر رضا، او رو در کنار پدرش واقع سپرد. نکته مهم باز تکرار میکنم این است که اگر حضرت امام رضا معتقد بود که این امامت او و پدران او امر الهی است با تأییدات خداوند متعال، هرگز ولی عهدی مأمون رو نمیپذیرفت. این هم بسیار بسیار مهم است و باید به اون توجه. خب این نکته که شما میگید باز یکی از همون نکاتی است که بنیاد تشیع رو زیر سوال میبره. بله همینجوره، یعنی واقعا پنبه اصل قضیه رو میزنه. آقای مشیری عزیز، با این ترتیب اونچه که ما در ایران امروز خودمون داریم میبینیم به دنبال پایه های این طرز تلقی مذهبی، خب خیلی طبیعی است که اساسش بر دروغ استوار باشه. یعنی ولایت فقیه یک امر دروغینه، درسته؟ کاملا دروغینه قربان، تردیدی نیست که دروغین هست. این آقای منتظری که از در واقع مخترعان ام بود، گفت این رو ما اختراع کردیم. برید با همون لحجه نجف آبادی گفت، وقتی آمدن روز اول در مسجد که او رو اذیت بکنند و ایراد بگیرند، گفت برید خجالت بکشید، این حرفا رو ما در آوردیم، حالا شما اومدید به ما دستور میدهید. این است که پلیدترین نوع حکومت. من میخوام اینجا اشاره فرمودید آقای فروزنده، حقیقتا دل انسان میسوزد. ایران زمین و من یک نمیدونم بهش بگم توصیه بگم، یک سخنی دارم برای بچه های ایران که این امامه به سرهای آخوند شیعه که آمدن نه تنها انقلاب ملت رو به سرقت بردن، نه تنها اموال ملت رو به سرقت بردن و اجامر و اوباش مملکت رو حاکم کردن، که راستی و درستی رو به سرقت بردن، غرور و در واقع شخصیت ایرانی رو به سرقت بردن، اون چه مایه مباهات و افتخار ایرانی بود رو به سرقت بردن، و در این مدینه زالهی که امروز ساختن قریب 80 میلیون ایرانی اسیر در واقع قدم میزنن با چهره های غمگین و محزون بدون امید، و اینا هر روز بیشتر سعی میکنن که عرض میکنن که تخم امید در دل ایرانیان بخشکد، و اینها و ایرانیان سرفکنده و در واقع عاجز و منکسر در مقابل اینها سر خم بکنند و اینها به این حکومت دروغین ادامه بدهند. هیچ راستی از حلقوم آخوند شیعه بیرون نیامده.
اون چه کتاب به دست بنده رسیده است از این آثار آخوندهای شیعه خوندم، اون چه به دستم رسیده. اینا لاتائل زیاد نوشتن، یک کلام راست ما در اینها ندیدیم، یک کلام راست حتی ندیدیم که یک واقعه تاریخی رو به درستی نوشته باشد. به این تاریخ نویسی شیعه عرض میکنم به طور رسمی از خون میر و میرخون شروع شده است. اینا مؤلفان روزت مصطفی هستن و حیبوسیه و دیگه بقیه مؤلفان عرض کنم که اهل تسنن هستن، شاید یک تعداد بسیار بسیار اندکی اهل فضل بودن که شیعه بودن که اینا تاریخ نویس بودن. این است که وقتی هم تاریخ می نویسن با فحش تاریخ نویسی می کنن در واقع و با دروغ و جعل. یعنی ما یک جهانگرد داریم عرض کنم که به نام شاردن فرانسوی، مفصل ترین خاطرات جهانگردان ولی این آغاز میگوید که اینا همه تاریخ های مهم اسلام رو به دور انداختن و چسبیدن به روزت الصفا، به جهت این که یک شیعه مؤلف اون بوده و اون که نوشته است باب دل آخوندهای شیعه بوده است. این است که با دروغ با جعل و تزویر یک دیکتاتوری به وجود آوردن و در واقع برای نگهداشت آن میپوشن، یعنی هر نوع مقاومتی رو در هم خورد بکنن، هر جنایتی رو که شما فرمایید انجام دادن و انجام خواهند داد، چون میدانند که بار دیگری نخواهد بود، همون گونه که در گذشته نبوده در آینده هم نخواهد بود. بنابراین تا اونجایی که به دروغ و فساد و جعل و تزویر هست، اینها نمونه نداشتن در تاریخ که بنده بتوانم مثالی بزنم. بیشرمی و وقاحتی که اینها در کار حکومت و دولت نشان دادن در واقع نزدیک نداشت است که بنده بخواهم اینجا خدمتتون مسئله بزنم. من امروز بود، بله، کامران دوست عزیز من اینجا یک بانوی رو نشون داد، یک خانم فقیری از اون فقرای کردستان، دو فرزند او رو به جرم عقاید داشتن عقایدی که مولا دوست ندارن به اعدام محکوم کردن. پسر شما تجسم کنید، یک بانوی ایرانی با فقر سیاهی که بر کردستان همواره حاکم بوده و این کردستان مظلوم ترین استانهای ایران بوده، به 20 سالگی برساند و بعد یک آخوند از خدا نشناس جنایتکار به جهت این که این بچه ها مثلا با کارهای یا عقاید علی خامنه و خاربن حکم اعدام صادر میکنن، به گونه حکم اعدام صادر میکنن که پنداری اتفاق نیفتاده. خیلی سهل شده است این قبایح در مملکت ما، بسیار بسیار قابل تحمل شده است و جزء در قضای روزمره شده است، چون که گویی هیچ قبحی در آدم کشی نیست. اعدام و زجیش کشید، گریه میکرد، اما چه کسی به داده او میرسه؟ آقای مشیری، این نکته که شما فرمودید، این سوالی رو میخوام مطرح کنم، بین ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش که فارغ التحصیل دانشگاه بغداد هست، فقه هم خونده در دانشگاه بغداد، درجه دکترا هم داره، و سید علی خامنه‌ای که محصول حوزه های علمیه قم و مشهد هست، بین اینها واقعا چه تفاوتیه؟ یعنی نگاه میکنیم یک آخوند اهل تسنن و یک آخوند شیعه، هر دو به اندازه هم جنایتکارن، هر دو به اندازه هم تشنه قدرتن و هر دو یکی به این قیمت ها قدرت خودشو تثبیت کرده و دیگری در پی ایجاد این قدرته. این مسئله کجاست؟ آیا نمیدونم به اونجا میرسیم که یه روزی فکر بکنیم که آقا اگر بهترین آخوند آخوند مرده است؟ خب ببینید آقای فروزنده، ببینید مشکل مملکت ما این بوده است که حاکمیت منبعث از رأی ملت نبوده است هرگز. دو سه دوره مجلسش مقدس شورای ملی در ابتدای کار و بین سالهای 1320 تا 32 ما دولت‌های دموکراتیک واقعی داشتیم و همین بس در طول 2500 سال تاریخ. بنابراین ما نبایستی این مطلبی رو که شما فرمودید شعار کنیم که آخوند خوب آخوند مرده است. نه، آخوند خوب آخوندی است که نمازش را بخواند، مردم را اذیت نکند،
اگر می تواند دروغ کم بگوید، زندگی شد داشته باشد، به مسجد هم برود، در مسجد هرچی دلش می خواهد بگوید، اما کوچکترین دخالتی در اداره امور مملکت نکند و اگر بکند به موجب قانون از کنم که زندانی بشود. و این کاریست که اروپاییان کردن. ما جستجوگر یک جمهوری یا یک حکومت دموکراتیک سکولار هستیم. این آخوند دندانهای زهراگینی دارد امروز و چنگالهای خود ما باید این چنگالهای خود رو پیچی کنیم، دندانهاش هم بکشیم و بگذاریم از حقوق انسانیش دفاع بکنند. این آخوندهایی هم که جنایت کردن بعد از سقوط این حکومت در دادگاه‌های صالحه باید محاکمه بشوند و جواب مقابل چشم ملت. جناب مشیری، شما اون چه که من نتیجه گیری کردم از فرمایشات خودتون بود، منتها خب شما این رو، این حکم رو صادر نکردید. ماجرا از اینجاست که خود شما میفرمایید که آقا سر تا سر حرفای اینا فقط دروغ است و شیادی است و حق بازی است و هرگز راست نگفتند. اگر یک نظام لایک هم به وجود بیاد اینها باز راست نخواهند گفت. و چطور درست. ممکنه که چطور ممکنه آقای مشیری اینها دست از این سریر قدرت بردارن بعد از این که تازه به این قدرت و پول و حشمت رسیدن؟ چطور شما فکر میکنید که ممکنه که آقای مصباح یزدی یا اون شیخی رو که در مشهد هست اینها رو وادار کرد که فقط به نماز و روزهشون برسن؟ یعنی واقعا شما باور دارید به این آقای فروزنده؟ ما داریم در واقع به لحاظ نظری اینجا صحبت میکنیم، صحبت چیز دیگری بود، صحبت از حقوق انسانی آخوند بود. شما فهمید آخوند خوب آخوند مرده است. بله بله درسته. بله. من درز میکردم نه، این سخن درستی نیست. بله. این به لحاظ انسانی سخن درست نیست. آخوند خوب آخوند مرده است. در یک جامعه آخوند هم باید زندگی بکند، آخوند هم باید اجازه داشته باشه حرکت بکند. البته میخوام خدمت شما عرض کنم که در مملکت ما عرض کنم ما یک پادشاه داریم، مرحوم رضا شاه. ایشون اومد آخوندان از صحنه مملکت بیرون کرد، از صحنه سیاست کوچکتر نفس، اما متاسفانه با امریه شخص ایشان بود نه با قانون. در ترکیه ما یک مرد بزرگ داریم که کارها رو با قانون، اینها رو بایستی به حکم قانون خانه نشین کرد نه به حکم امریه، چون امریه از منبعث از یک تن هست و اون یک تن که مرد باز بر میگردن. آخه آقای مشیری استاد، در همون ترکیه که داری مثال میزنی، سالها بعد از آتاترک حالا اسلامی ها دارن تمام آش و باجاش میبرن. خب حالا نبردن. ببینید ترکیه به اونجایی که باید از اون پل خطرناک عبور کرده. من دوستانی دارم که به ترکیه رفتن، میگفتن این سوی خیابان مشروب فروشی، بالای مشروب فروشی حزب کمونیست هاست، اون سو دانشگاه هست، اون سو نمیدونم، یعنی تلون داره جامعه ترکیه، هنوز تلون داره. حالا در آینده چه اتفاقی بیفتد بنده نمیدانم، اما گمان میکنم مردم بیدار ترکیه با توجه به در واقع اون چه از اروپا به اونجا میرسد از نظر آزادی و اینها، از اون پل خطرناک گذشته و ترکیه رو دالان آن بردید. عرض میکنم غلظت اسلام و آخوندیسم در ترکیه هزارها برابر ایران بوده وقتی آتاتورک آمده، یعنی اونجا دیگر پایتخت اسلام بود. بعد از اینکه این عثمانی ها به قدرت رسیدن، مکه و مدینه و این اماکن متبرکه و اینها رو گرفتن، یک نمیدونم منبر تقلبی و شمشیر و دندان شکسته اینا رو بردن، گفتن ما دیگر نمایندگان اسلام هستیم، اسلام همینجاست و این امیرالمومنین هست. اینها ادامه داشته است برای 600 سال و این آخوندهای ترک و اینها خودشون رو در واقع مفسرین اندیشه های رسول میدانستن. اینها یک مرد پیدا شده است که البته میگوییم یک مرد، همواره کارهای بزرگ در یک جنبش اجتماعی به نام یک نفر تمام میشود، اما به ازای یک آتاترک صدها آتاترک کوچکتر هم بودن، ترک های جوان، روشنفکران، کسانی که در اروپا تحصیل کرده بودن، کمک کردن، مجلس ملی ساختن و به حکم قانون اینها را از قدرت برکنار کردن. و ارتش را هم آتاترک مأمور صیانت از این قانون اساسی کرد.
امکان ندارد که ترکیه به دست آخوند و ملا بیفتن. من نمیبینم، چون مردم ترک بیدارتر از این هستن. خب امیدوارم که نظر شما درست باشه، ولی اقدامات چند سال اخیر دولت ترکیه خیلی در حد بسیار هوشیارانه‌تری از ایران ترکیه رو به سوی نوعی اسلام جلو میبره و در اقدامات مختلفی که میکنن. حالا شاید این نمونهی که من عرض میکنم خدمتون مسئله مهمی نباشه، ولی این واقعیت نمونهی است که اتفاق افتاده. میدونید، نمیدونم جناب علی چه مدتی در ترکیه بودید؟ تشریف داشتید اصلا در ترکیه؟ بنده رو میفرمایید؟ بله بله، بنده خیر، بنده در ترکیه نبودم. بله. اما دوستان بسیاری دارم که خیلی خوب آشنا هستن با ترکیه، مطالب بسیار خوندم در باب تاریخ. بله جناب مشیری، یکی از مشروبات رایج ترکیه مشروبات الکلی در ترکیه که یه چیز سنتی مثل آبجو هست در آلمان. بله. مشروبی است به نام راکی. بله. و این کارخونه هاش در اختیار دولت بود. دولت تمام این کارخونه ها رو ظرف یک دو سال گذشته بست به دلیل تضادش با شریعت اسلام و اقداماتی از این قبیله میکنند. با فرمای شما کاملا موافقم، مقاومت در ترکیه فوق العاده زیاده و نیروهای بله. سکولار مقاومت میکنند، ولی نمیدونم، امیدوارم حرف من غلط باشه، پیش بینی من و نظر جناب علی درست. سوال بعدی ما از حضورتون مطرح میکنم. شما مطالعات تاریخی وسیع دارین. یکی از جنایتکارانی که امروز در ایران بر سر کار هست کسی نیست جز این شیخ صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه. بله. این در احکام شدید و غلیظ صادر کردن و خونریزی در قوه قضاییه برای مطابع سیاسی بی‌نظیره، حتی در تاریخ دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی. در تاریخ تشیع یه همچین قاضی القضاتی نمونه شبیه شیخ صادق لاریجانی رو آیا ما داریم؟ میتونید ازش نام ببرید و از جنایاتی که کرده؟ عرض میکنم خدمتتون که در تاریخ تشیع بنده چنین آدمهایی که در عصر خمینی آمدن سراغ ندارم، به جهت اینکه هرگز قدرت مطلقه در دست اینها نبوده است که ما بدان چه میگن. اگر شاید اگر در روزگار صفوی فرض بفرمایید یه 50 سالی قدرت مطلق در دست ملا و آخوند بود، نمونه های این و از این دست حتما میتوانستیم بیابیم. اما چون اینها در سایه قدرت پادشاه میزیستن و در واقع قدرت اول نبودن، از این کارها هم نمیتوانستن، از این جنایات هم نمیتوانستن انجام بدهن طبیعتا. اما شما عرض میکنن که ما از این نوع آدم ها در تاریخ اسلام البته داریم. بله، ما در تاریخ اسلام حجاج ابن یوسف ثقفی رو داریم که در واقع خونریزترین آدم ها بوده و بسیار کسان دیگر از این نوع و از این جنس که خب سرداران اسلام بودن اینا. اما ما بدین ترتیب سراغ نداریم. دلیلش هم این هست که اینها صاحب قدرت اول نبودن و بایستی جواب میدادن. امروز قدرت در دست اینهاست و مجبور نیستن به هیچ کس جواب بدهن و مسئله مشهوری است که قدرت فاسد است یا فاسد می شود و قدرت مطلق به فساد مطلق می گیرد. این دستگاهی است که مقابل ملت مسئول نیست. هیچ جوابی، هیچ در واقع هیچ گونه مسئولیتی را قبول نمی کند و هیچ گونه جوابی به جنایاتش نمی دهد. این است که عرض می کنم که ما این نمونه های صادق خلخالی رو عرض میکنم که دیگران که شما بهتر میشناسید ما نمیتوانیم سراغ کنیم با این درجه از فرومایگی و با این گونه رفتار با مردم ایران. واقعا بینندگان عزیز، از این لحظه به بعد خطای تلفن تلویزیون رو باز میکنیم. شماره 818-301-8000 818-301-8000 می توانید تلفن بزنید و اگر پرسشی از جناب بهرام مشیری دارید این پرسش رو با آقای مشیری می توانید مطرح کنید. 818-301-8000 تلفن تماس با تلویزیون اندیشه است و از این لحظه بعد در اختیار شما بینندگان عزیز است. بفرمایید، خواهش میکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. خواستم تو برنامه شرکت کنم. خب بفرمایید، الان تو برنامه هستید. آه، الان رو خط هستم. بله آقا بفرمایید. بله. عدد دارم، میخواستم که از در کارشناس برنامه یه چند تا سوال داشته باشم. عرضم خواستم شما که این شیری یه چند تا مسئله رو گفتن که من میخواستم در این مورد مقداری توضیح بیشتری بدم. آقای مشیری اومدن در مورد علی ابن مصر رضا که صحبت کردن، گفتن که یه مقدار مطالبی گفتن، بعدم گفتن که ما اینا رو مثلا حالا قبول نداریم، در حالی که ما میبینیم که حالا ما با اینکه ولایت فقیه رو قبول نداریم، اصل ولایت فقیه رو قبول نداریم و با هم مخالفیم، نباید حالا زیرا به چیزای دیگه یا بذاریم توی این کشور که شما خودتونم وقتی خواستید امام رضا رو بیار اسمشو بگید حضرت امام رضا علیه السلام. ما بالاخره مسلمان هم تو این مقیدات خودمون هستیم، نباید مثلا رضا شاه فقید هم وقتی رفتن میرفتن پابوس امام رضا یا میرفتن به آقای بروجردی سر میزدن. چند جا تو هر تاریخ ایران که رضا شاه میرفتن پیش آقای بروجردی و مطالبش هست که ایشون رفتن به هم دیگه، حتی وقتی رفتن گفتن کفشتون رو در بیارید، همینجور مطالب هست که اینجور چیزا. من متاسفانه میرم آقای مشیری فقط در زمان مصدق رو میگن که ما مملکتمون دموکراسی داشت، در زمان رضا شاه پس استبداد بوده. این حرفا رو باید یه مقداری ما درست‌تر بیان کنیم. من آقای مشیر دوست دارم این مقدار صحبت که میکنن مطالب رو علمی‌تر بیان کنن، نه اینکه فقط یه طرفه بشینن مطالبی که خودشون قبول دارن و اینو بگن و بیان کنن و فقط برن جلو. متشکرم، سپاسگزارم. جناب مشیری، من اگر درست فهمیده باشم متوجه نشدم راجع به امام رضا چی گفتن. گفتن که امام رضا جزء مقدسات ماست، با اگر شما از حکومت امروز ایران مسئله دارید مقدسات ما رو وارد معرکه نکنید، در حالی که شما تاریخ رو گفتید. بله ببینید، این اول این داستان مقدسات رو لطفاً بریزید دور. چیز در ایران ما دو چیز مقدس است، رأی ملت فقط مقدس است دوست عزیز، مقدسی وجود نداره. اینا همه مایه بدبختی و ادبار و نکبت بوده و هست و این عناصر کنار هم گذاشته شدن و همین این مقدس است اون مقدس است این مقدس است، امروز حاصل این تقدس ها جمهوری اسلامی به حکومت ولایت فقیه است با این ادبار نکبتی که بر 70 میلیون ایرانی وارد کرده است. اینو خواهش میکنم، این داستان مقدس هم مقدس رو بفرمایید ببینیم یعنی چی. حماقت در واقع حماقت قدیم میشود مقدس جدید. یعنی فرض کنیم که اگر یک عملی در یک جامعه سنت شد و دو نسل تکرار شد، حالا فرض کنید کشیدن دندان گرگ باشد در حضور مردم یا نمیدونم جنگ خرس باشد، جنگ انداختن بین خرس و خروس باشد، برای دو نسل بعد این میشه سنت در جامعه رفته رفته میکرد جز مقدسات هم بشود. ولی فراموش نکنیم که ببینیم که ما آقا این کشور چه کشوریست، ما مردم ایران چگونه به سعادت میرسیم. البته اگر که حاکمیت ملت باشد و دین سیاسی نباشد، بله احترامات برجاست، اما اگر دین وسیله استبداد شد و به نام تقدس دین آزادی های ملت سلب شد و حقوق ملی از ملت بزرگ ایران سلب شد، هیچ تقدسی در این دین و خدا و رسول و پیغمبر اینا وجود ندارد. مردم هستن که مقدسن، زندگی است که مقدس است دوست عزیز من. بنابراین اینا زمانی مقدس هستن که این دهان زهراگین اینا رو ما بتوانیم بکشیم و کنار بگذاریم و به عنوان یک زینت دین رو و در واقع به عنوان یک معنویت دین رو در زندگی خود دخالت بدن، به طور انفرادی نه به لحاظ سیاسی. توجه داشته باشید، در واقع مرحوم رضا شاه ایشون دچار اشتباه هستن. البته که حکومت در اون روزگار دموکراتیک بود، البته که حکومت مرحوم رضا شاه دیکتاتوری بود. شما مگر شما اشکالی دارید در این قضیه که حکومتشون دیکتاتوری بود؟ خب من تعجب میکنم، رضا شاه مرد بزرگی است، خدمات بسیار کرده، اما دیکتاتور بوده دوست عزیز. جناب ما مجلس داشتیم، مجلس 1320 که ایشون رفتن، بله مجلس فعال شد،
دموکراسی بود در ایران، همه عالم میدونن، دنیا میدونن. متاسفانه این آمریکایی‌ها، اینا قدرتمندان جدید نوکیسه نادان بودن و اومدن کودتا کردن در مملکت ما، اون دموکراسی رو سرنگون کردن. شما چه دلیلی ندارید؟ یعنی این تاریخ انقدر درخشان هست و مسائل انقدر معلوم است که کاملا معلوم میکنه که دموکراسی یعنی چی و دیکتاتوری یعنی چی. دوست عزیز من جناب مشیری، یک اشتباه به نظر من در صحبت ایشون هست. این نسبت هایی که به رضا شاه میدادن در مورد رابطهش با روحانیت و شرفیابیش به حضور آیت الله بروجردی، من نظر تاریخی دقیقا نمیدونم در دورانی که رضا شاه بود. بله اجازه بدید خدمت شما عرض کنم که این اشتباهی شده. رضا شاه یک مردی بود زمینه که هیچ مدرسه‌ای نرفته بود، اما بسیار مرد دانایی بود و مرد مدیر مدبری بود و اهل تجدد بود و اهل ترقی بود و آمد و این ملایان رو از صحنه سیاست به طور کل دور کرد، بسیاری از اینها رو تبعید کرد. آقا در اون یک کاری که رضا شاه کرده با یک ملا در تاریخ کسی نکرده، و اون این که بعد از موضوع کشف حجاب همسر ایشان و دخترشان در مسجد رفتن در قم به روزه ملا گوش کنن. ملایی بود گفت تا اینها رو بیرون نکنین و نرفن من روزه خود رو اینا بدون روسری آمدن. وقتی که در واقع بلا فاصله اطلاع دادن، دستور داد که این ملا رو بازداشت کنید تا من بیام. حالا من تایید نمیکنم اون کتک زدن رو، ولی میخوام این مطلب رو اینجا عرض کنم. باز زره پوش آمد در قم، اتفاقا این رئیس شهربانی که اونجا بازداشت کرد اون آخوند رو، آخوند فرار کرد، گفت آخوند رو بیار. گفت قربان آخوند گم شده. عرض کنم یه ضربه چماق هم گویا ایشون خورد، آخوند رو آوردن و ایشون با چوب و چماق و لگد تو شکم این آخوند، اون یا جدا میگفت، ایشون میزد جلو چشم همه. با این کار آخوندها به طور کل در واقع به قول عوام مسار کیسه کردن و بیرون رفتن، و او توانست یک اقدامات اصلاحی برای مملکت انجام بده. اگر اینا بوده نمیذاشتن. مشهور است که بازدیدی میکرد از بعضی از این دولتیان، دید یکی از این آخوندها عرض کنن که کلاه پهلوی گذاشته است و کت شلوار و اینها، گفت آخوند کجاست اون عمامه تو نعلینه؟ او قربان دیگه فرمایش اعلی حضرت ما انداختیم دور. گفت نه فلان فلان شده دور انداز نیست، تو اینها رو تو کلازت منزله تو اونجا قایم کردی که من بروم و تو بیای بیرون بذاری سرت با داد مردم رو بیچاره کنی. و این مردی بود که این قضایی ها رو میدید و قلبن در واقع معتقد بود که آخون جماعت به کار دولت و سیاست نباید دخالت بکنه. این مطلب رو نمیشه فراموش کرد. سپاسگزارم. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما. بفرمایید. جناب فروزنده و همیهن هر دوتاتون، آقای مشیری شادتان درست باشد و همه گردانندگان تلویزیون اندیشه از برنامه هاتون. من پرسشی یکی دو سه تا پرسه از آخه این لامصب یقه ما رو گرفته، این دین شیعه اثناعشری، و فکر نمی کنه آقای مشیری این یک خیانت به اسلام و ایران که هم در اسلام تفرقه انداخته و هم ایران به شیعه و سنی، همه دوربر ایران شده سنی، ما شدیم یه شیعه. این یه پرسش. یکی دیگه خمینی گفت اسلام مال آخوندهاست. میتونه حتما میدونی چرا این حرف رو زدن؟ اگر این یه چیزی بود که نمیدونم واقعا با این شرحی با این چیزایی که ما از آخوندها دیدیم از خردسالی زمانی که و الان به ویژه از این 35 سال این جور در نمیاد به این چیزی که آقای خمینی گفتن چرا این مال آخونداست اسلام. حتما یه چیزهایی هست درش که ما انسانهای عادی نمیتونیم این اسلام رو داشته باشیم، فقط باید انسانهای به خصوصی باشه. یکی دیگه یه پرسش دیگه دارم. من این در قرآن اومده، من الله به حضرت محمد صلی الله علیه، من برای هر قومی به زبان خودش پیامبری فرستادم. آیا شما نظرتون چیه؟ چگونه است که اگر
خدایی یا الله یا پروردگاری هست که همه انسان ها را آفریده و این همه قدرت داره که همه کره زمین و این ور و اون بهشتی هم درست کرده، هفت طبقه بالا و ایناست، دستور کشتار مردم را به آخوند و یا خود انسان ها میده، آیا این ضعف و خرابی این دم و دستگاه نیست؟ دروغ نیست که یه همچی کسی هست، یه همچی چیزی هست؟ سپاسگزارم استاد، متوجه سوالاتتون شدیم. جناب مشیری، اگر درست متوجه شده باشم، ایشان فرمودن که چرا ما شیعه شدیم دیگران سنی، درسته؟ درست عرض میکنم؟ بله، میگن که شیعه در واقع خیانت به اسلام و ایرانه. خب عرض شود که این یک بحث تاریخی خیلی مفصلی است که ما بگوییم و ثابت کنیم که ما چگونه ما شدیم. اما خدمت این هموطن عزیزم عرض می کنم که وقتی اسلام به ایران آمد، اسلام سنتی، یعنی اسلام رسول الله، اسلام عمر بن خطاب و اسلام ابوبکر آمد، غیر قابل تحمل برای ایرانیان بود. یعنی اونقدر خشک و اونقدر در واقع منجمد بود این دین که میسر نبود با زندگی کردن. ایرانی اهل شراب، ایرانی اهل ذوق، ایرانی اهل عشق، ایرانی اهل رقت قلب و ایرانی اهل هنر ناگهان مواجه شد با یک دین، عرض می‌کنم که سیاه باطنی که با همه این ذوقیات انسان مخالف بود. بنابراین آمد شروع کرد به انشعاب کردن. هم بیشتر یعنی در واقع میتونم بگم که 90 بیش از 90% انشعاباتی که در دین اسلام شده در کشور ما شده است. یکی از نخستین ترین اینها تصوف است. تصوفی در واقع در رویارویی با خشک مغزی اسلام برای نگهداشت عناصر ایرانی که با زیبایی سر و کار دارد و با عشق سر و کار دارد و با فتوت سر و کار دارد ابداع اختراع شده در مقابل آن. ابداعات دیگر هم است. بنابراین گرایش ایرانی به نگهداشت فرهنگ خود بوده است و اسلامی که سازگاری داشته باشد با فرهنگ ملی. ما اگر ما ساختار تشیع رو نگاه کنیم، برگرفته از ساختار عرض می‌کنم که آیین زرتشت هست بسیاری از چیزهاش و دیگر این که در واقع اگر که ایرانیان یک سره به راه اسلام سنتی می رفتن، هویت ملی ما به خطر می افتاد. این است که با این شیعه‌گری ما توانستیم هویت ملی خود رو نگه داریم و هسته خود رو جدا کنیم از ترکان عثمانی، از عربستان عرب عربستان سعودی و ترکان عرض می کنم که آسیای میانه و اینها. این جزی از هویت ملی ما در آمد و این اختلاف ها سبب نگهداشت ایران و بازسازی دوباره ایران شد. این رو من سپاسگزارم. پاسخ به دو سوال دیگه ایشون معذوریم به دلیل تراکم خطا و بینندگانی که روی خط هستن. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما. درود بر شما و جناب مشیری. درود بر شما. واقعا من اینو از صمیم قلب خدمتتون عرض میکنم، به نظر شما و آقای مشیری ما آقا چه کار باید بکنیم که ما مملکت خودمونو دوست داریم ایرانه، چجوری میتونیم آقا ما به اینا بگیم بابا غلط کردیم، پدر بزرگای ما مسلمون شدن، آقا ما اونا اشتباه کردن، ما غلط کردیم. واقعا کسی که بخواد ایرانی باشه باید حتما مسلمون باشه و باید حتما شیعه باشه. این جریان عراقو که شما چند شب پیش نشون دادید، این بزرگترین خیانت دنیا به مردم عراقه. شما فکر میکنید در ایران آقایونی که مردم رو اعدام میکنن و حتی جسدهای مردم رو پس نمیدن به خانوادشون از اونا کمتر هستن؟ شما میتونید بین این دوتا یک چیز فرقی بذارید؟ به نظر من اونی که در عراقه بهتر از اونی که در ایرانه، چون حداقل خود مردم خودشو دیگه نمیکشه، یکی رو میکشه که مخالف دینش باشه، حالا یا شیعه یا هر چیز دیگه. ما بخوام ببینیم از آقای سوال کنیم که آقا چه دینی چه کار باید بکنیم، اینو راهنمایی کنید ما یاد بگیریم. من 2 سال برنامه آقای مشیری رو از یوتیوب میدیدم، واقعا خوشحال میشدم که ایشون توضیح میدادن، یه چیزایی رو میگفتن که
که من تأسف بخورم به پدر بزرگم و پدر خودم. امیدوارم شب خوبی داشته باشید. مرسی قربان. آقای مشیری، عرض میکنم که ما یک راه بیشتر نداریم. آقای فروزنده گرامی، ببینید این جماعتی که آمدن و بر ملت مسلط شدند، نه از اون جماعت ها هستند که به خاطر انسانیت، که به خاطر منافع ملی، که به خاطر از میان نرفتن کشور اینها دست از قدرت بکشن. اینها گدایان گرسنه هزار ساله هستن، طماع‌ترین نوع انسان هستن، شقی‌ترین و بی‌عاطفه‌ترین و رذل‌ترین ابناء بشر هستن. به گمان من جز اتفاق و اتحاد ملی و براندازی این رژیم ما راهی به سوی سعادت نخواهیم داشت، دوست عزیز. و عرض میکنم که این کار البته کار آسانی نیست، اما امکان پذیر هست. ملت بزرگ بعد از 2500 سال این همه فراز و فرود بایستی بتواند در واقع این مملکت رو از لوس وجود حکومت دینی پاک بکند و این دین رو از حکومت جدا بکند. اینا خیانت بسیار به دین خودشون هم کردن. بنده سوال میکنم از مؤمنین، کسانی که واقعا اعتقاد به اسلام دارن، درود بر شما، شما مقایسه بکنید ببینید خائن ترین آدم ها به این دین چه کسانی بودن، چه کسانی این دین رو خار کردن و اون رو به خون آلودن. اون تقدسی که شما در واقع در ذهن خود نسبت به ائمه دین داشتید و این فقها ها داشتید و این آیت الله ها داشتید، تمام این تصاویر مقدس رو در ذهن مؤمنین اینها خراب کردن. بزرگترین دشمن دین اینها بودن. من تعجب میکنم از مؤمنین که خدا نکرده از اینها دفاع بکنن. این است که ما چاره جز براندازی، و من میخوام توصیه بکنم به اون هموطنانی که میان در این برنامه ها، من جمله برنامه خود شما، دو پهلو صحبت میکنن، با مصلحت صحبت میکنن، یه جور صحبت میکنن که آقا این دیگه کار ما از کار گذشته، دیگه چیزی نداریم از دست بدیم. آقا حرف رو قاطع بزنید. مردم در داخل نشستن، اونها که فرصت شنیدن حقیقت ندارن، حداقل نگاهشون به خارج قاطع صحبت کنیم. آقا دیگه من و شما دیگه کاری نمیخوایم بشیم، کاری نخواهیم شد. دوست عزیز، شما نشستی اونجا، سوال که میاد شما قاطع جواب بدید. آقا جوابی که به درد مردم بخوره، اونی که میاندیشید به مصلحت سخن گفتن و از دو سوی دهان سخن گفتن و عرض میکنم با تعقید و ابهام سخن گفتن و بعد خنده ها لبخند زدن و رفتن، اینه که هنر نیست که. این قضیه قضیه جدیست. یک کشوری، آقای فروزنده من نمیخوام این حرف رو بزنم، اما این دوست بسیار محترم دانایی من دارم، مرد دانشمندیست، یک عمر استاد بوده ایشون، با دل شکسته تشریف بردن نیریست، با دل شکسته گفت مشیری نه مملکتی مونده و نه ملتی، و من بسیار بسیار ناامید شدم از خلقیاتی که این ملایان در این کشور رایج کردن. این قضایات قضایات جدیست، واقعا ما بس یک کاری بکنیم. چون از من پرسید در واقع عرض میکنم که این ملایان دست نخواهند کشید مگر اینکه با یک اتفاق و اتحاد خیلی جدی ملی روبرو بشن. سپاسگزارم. چون از منم پرسش کردن، من در ادامه فرمایشات شما فقط یک کلمه را اضافه میکنم خیلی ساده. ببینید اون چه که آقای مشیری گفت، اتحاد لازمه، کاملا لازمه اتحاد. برای این لازمه که ما زور کافی رو پیدا بکنیم برای برانداختن این سیستم اهریمنی. آخونده فقط با زور اومدن، با زور میمونن، فقط با زور هم میرن، با عشوه و کلام و این حرفا. اینها رو که بر سریر قدرت رفتن نشستن، اینو نمیشه کشیدش پایین. فقط زور و اتحاد ملی رو میخواد. بله. که شما بکشیدش پایین و بله. سریر قدرت بندازید. با یأس هم به جایی نمیرسیم. اتفاقا اونها دلشون میخواد همه ما رو مایوس کنن. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. الو. بفرمایید آقا بفرمایید. بله. درود بر شما. درود بر شما. بفرمایید. تلویزیون. من سوالم از آقای مشیری این است که الو. قربان معذرت میخوام، شما با
باید یاد بگیرید قربان که از طریق تلویزیون نگاه نکنید، صحبت نکنید با ما، با تلفنتون تماس بگیرید، وقت زیادی ندارید. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما. درود بر شما. هر دو شما عزیز. آقای مشیری عزیز، من قبل از اینکه پرسش از شما داشته باشم، میدونم خیلی پشت خطن، منم خیلی وقته، یک پیشگفتاری خواهم داشت و یک پرسش از شما خواهم. خیر قربان، فقط سوال میتونید بکنید، پیشگفتار وقت نداریم براش. اوکی، من سوال میکنم. آقای مشیری صدای منو دارید؟ بله آقا، دارن. بفرمایید شما. آقای مشیری، شما گفتید که ما یه اتحاد لازم داریم، ما همه باید اتحاد داشته باشیم تا بتونیم که در مقابل این رژیم ایستادگی بکنیم. نظر بنده اینه که اگر ما بیایم این چیزای مشترک ملیمونو، اون چیزایی که هممون بهش معتقدیم، اهم از شیعه سنی، اهم از ترک و بلوچ و کرد و فارس، اونایی که همه چیزی با هم مشترکیم، اگه بیایم اینا رو ما بزرگ کنیم، زنده کنیم مثل پرچم شیر و خورشید، آیا شما فکر نمی‌کنید در اتحاد شدن، اتحاد گشتن مردم خارج از ایران و حتی داخل از کشور میتونه ما رو کمک کنه؟ مرسی قربان، نظرتون رو بفهمید. شیر خود راجع پرچم صحبت میکنن، من متوجه نشدم. بله، گفتن که از عوامل مشترک ملی که مورد قبول همه هست برای رسیدن به اتحاد استفاده کنیم و در این مورد نمونه پرچم شیر خورشید رو ذکر کردن. قربونتون برم، مراتب مشترک بین ما آزادی و حیثیت انسانی است، ایرانی بودن ماست، این همه سوابق تاریخی است، این منافع ملت ماست، منافع ماست، آینده ماست، آینده بچه های ماست، ایناست که ما مشترک. خب البته اینا یه سمبوله هستن، محترم هستن، مثل نمیدونم شیر خورشید و پرچم و اینجور داستان ها، اما موضوع حاکمیت ملت هست. بیرون از قضایایی که کی کرد است، کی لور است، کی ترک است و اینا، ما یک ملت هستیم و با هم زندگی کردیم چند هزار سال و ما آینده ما به هم گره خورده است، همچنین که گذشته ما به هم گره خورده بود. این است که این هاست مشترکات ما که باعث حرکت بشود. اینا هم یک سمبول هاست محترم، مثل شیر خورشید، مثل چیزهای دیگر، اما قضیه عدالت هست، حاکمیت ملت تو هم با عدالت، و عرض می کنند که جداسازی این دین از حکومت. فراموش نکنید. سپاسگزارم. بفرمایید، خواهش میکنم. الو. بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام. به مشیری و آقای پرزنده. بفرمایید، خواهش میکنم. من یه سوالی داشتم از شما و ببخشید از آقای مشیری. در قرآن یه آیه دست به نام سوره الروم، این سوره میگه در سوره الروم درباره دوران ساسانیه، میگه از قول این سوره میگه که ما باید منتظر باشیم که این جنگ بین روم ها و ایرانی ها بیفته، اون وقت ببینیم اینا هم دیگه رو و خواهان این هستیم که اونا بر پارسا یا بر ایرانیان پیروز بشن و بعد اون وقت ما به هر دو حمله خواهیم کرد. یعنی در واقع این خود سوره الروم قرآنه. آیا قرآن یکی از ضد ایرانی ترین کتاب نیست در بعد باستان؟ سپاسگزارم آقای مشیری. من فکر نمی کنم معنی آیه دقیقا این باشد که ایشون فرمودن، که صراحت گفته باشد که ایران و روم با هم جنگ بکنن و بعد ما به اینا حمله بکنیم. اصلا از این جرأت ها نداشتن پیغمبر اسلام، اون جرأت رو نداشت اصلا این یه همچین چیزی رو در مخیله بفرماید که حمله بکند به ایران، اصلا چنین چیزی نیست. علی اشاره هست به این داستان و اتفاقا میخوام عرض کنم که در راستای فرمایش هموطن عرض میکنم که اتفاقا همین جنگ های ایران و روم سبب ضعف ارتش ایران شد و زمینه رو برای حمله عرب و شکست قادسیه آماده کرد، چون اندکی پیش از حمله این بیابانگردان بی‌انصاف عرض میکنم که اون هرقل امپراتور بعد از 4-5 سال در واقع تعبیه سپاه کردن حمله کرد و ارتش اینا رو متلاشی کرد، در حالی که چند سال قبل از آن سرداران بزرگ ایران مثل شهربراز و شاهین اینا توانسته بودن عرض کنم که رومیان رو شکست سختی بدن تا فلسطین و
اون منطقه بروند و کلیپای مسیح رو هم بیاورند. اما متاسفانه در ایران هر کسی خدمتگر گرفتن او رو کشتن، این سرداران ایرانی رو بی احترام کردن کشتن و ما در مقطعی که اینا حمله کردن جنرال های خوب و سپهبد های خوب نداشتیم متاسفانه از ایران دفاع کنن و خاندان شاهی هم البته به ضعف رفته بود. این است که این نتیجه این جنگ ها که ایشون اشاره کرد درست است، باعث ضعف ایران بود، اما این اعراب جرأت نداشتن زمانی که عمر گفت کار عجم سخت سست است بیایید و حمله کنید، کسی جرأت نمی کرد که بلند شود در اون مسجد مدینه و بگن من داوطلب جنگ با ایرانم، تا اینکه بالاخره عرض کنم که اینها رو راضی کردن بعد از اینکه این ضعف ها ظاهر شد. سپاسگزارم جناب مشیری از شرکتتون در برنامه. به پایان برنامه رسیدیم. برنامه بعدی من با جناب علی دو هفته دیگه روز سوم جولای، پنجشنبه سوم جولای خواهد بود و در خدمتتون خواهیم بود و از شما به خاطر شرکت در این برنامه تشکر میکنم. از شما دوست گرامی آقای فراواز خان سپاسگزارم، از همه هموطنانی که توجه فرمودن و زنگ زدن سپاسگزارم. امیدوارم که در خدمتتون باشم دو هفته دیگه و مطلبی دیگر. درود بر شما. سپاسگزارم. بینندگان ارجمند هر جا که هستید لب‌هاتون پر لبخند، دل‌هاتون شاد و روزگار به کام باد.